خب رفقا سلام، خوش اومدید به دومین ویدیو مجموعه کنجکاوی های من. امروز داریم میریم یه جایی که من خودم خیلی دوست دارم، شما قبلا شاید تو استوری های من دیدی، ولی این دفعه گفتم یه ویدیو یوتیوب ازش درست کنم. فکر کنم بتونید حدس بزنید که من چی دوست دارم. طبیعتا دیگه مربوط به ماشین و ماکته، یه سوله خیلی خفنه که نه تنها کار فروش ماشینای ماکت رو انجام میدن، یه سری ماشین کلاسیک و اینجور چیزا هم گذاشتم واسه یکی از دوستای ترک منه. با مهدی داریم میریم اونجا براتون ویدیو بگیریم. حالا هواش خیلی باحاله، کسایی که ماکت دوست دارن، ماشین دوست دارن، این ویدیو رو ببینن و بریم ببینیم اونجا چه خبر. خیلی وقت اونجا نرفتم، فکر کنم یه سالی هست و خیلی تغییرات باحالی کرده. برو بریم. خب داریم نزدیک میشیم به لوکیشن مورد نظر. تو آسیایی هست این لوکیشن و از ریپول رد شدیم همونجوری که دیدید. من خونم اروپایی هست، همیشه هیجان دارم برای رسیدن به اینجا. پر ماکت های باحاله و کلکسیون خود صداد این دوست ترکم و جدیدنم که یه سری ماشین کلاسیک گذاشته که من ندیدم، که اینا رو همه رو براتون الان ویدیوشو میگیرم. خیلی چکریم، بریم ببینیم. همینجوری که میبینید خیلی جای عجیب غریبی، اولی که وارد میشید یه پارکینگه که بعد حالا طبقاتو میرید بالا و میرسید، خیلی ویو خفنی هم داره. طبقاتو میرید بالا و میرسید به سوله صدات دایکست استانبول. خب رسیدیم به جایی که باید میرسیدیم. اینجا رو واقعا نمیدونم از کدوم قسمتش باید شروع کنم بهتون توضیح بدم، ولی فکر کنم همین پلان اول براتون کافی باشه که بفهمید که با چی سر و کار داریم. حالا میرسیم به همه اینا توضیح میدیم. اینجا فروشگاه دوست من، یه سوله بزرگ توی قسمت آسیایی. صدات زحمت کشیده امروز اوکی کرده بیایم اینجا. میخوام تک تک این چیزهای مختلف از لگو بگیر تا کلکسیون خودشون، همه ماشینا که اینجا هست رو بهتون نشون بدم. بریم شروع کنیم، با من همراه باشید تو این ویدیو. خب بریم از این قسمت لگو شروع کنیم. این وسط هم در ضمن یه وسپای خیلی خوشگل میبینید که حالا داستان خودشو داره. نکته جالب در مورد اینجا اینه که سری لگوهایی که توی مارکت نیست، سولد اوت شده یا هر چیز دیگر، میتونید ببینید. همینجور تک تک یه سریاشو با هم مرور کنیم. خیلی هاشو خب منم دارم دیگه، مثل این ایستگاه فضایی که اینجا میبینید. ولی یه سری چیزای اون بالا هم پلیس استیشن و اون چیزای دیگه که توی مینی در واقع لگو سیتی خودم هست رو میبینید. Everyone is awesome میبینید اینجا که منم دارم باز. و بریم همینجوری جلوتر لگو رو همینجوری ببینیم. خب لگو استور رو هممون میدونیم که هست و خیلی از اینا موجوده توش، ولی خوبی اینجا و فرق اینجا اینه که یه سری چیزا که اونجا سولد اوت شده و نیست، مثل این مینی خوشگل، مینی کوپر خوشگل، فقط اینجا میتونید پیدا بکنید. قشنگ من میتونم قش کنم اینجا دیگه، کاملا میتونم قش کنم. فقط خوشحالیش برام اینه که خیلی از اینا رو دارم. من این فراری 488 جی تی او دارم، میدونید این استار وارز AT-AT رو دارم، این دیفندر این پایین رو دارم و خیلی چیزای دیگه اینجا. حالا براتون باز بقیه رو نشون میدم. مثلا بهتون میگم این فراری F40 رو هر جایی نمیتونید پیدا بکنید. دوباره این ور این وسپا رو من دارم توی خونه، دیدید احتمالا تو کالکشن من. یکی از ارزشمندترین چیزایی که من دارم این ساترن در واقع آپولو هست که دارم، که خیلی دوستش دارم. و حالا کلی لگوی دیگه تو این قسمت. بریم قسمت اونور و ماشینا رو هم میخوام بهتون نشون بدم. تک تک قسمت های این سوله که حرکت میکنی میتونی با یه چیزی سورپرایز بشی. این خیلی نکته جالبیه. حالا البته کلن مدل های اصلی اون وره، ولی اینجا هم بالاخره خالی از لطف نیست دیدنش. سولیدوها رو اینجا میبینید که حالا خیلی برنده عجیب غریبی هم نیست. میخوام این تیکر رو سریع رد بشم برم براتون
سراغ یکی از مهمترین چیزایی که اینجا هست، این شلوی کوبرای 427. بی نهایت ماشین ارزشمندیه و یه دوری دورش بزنیم. اصلا از نزدیک واقعا ابهت این ماشین عجیب غریبه. این ماشین میدونید که همه جای دنیا ماشین ارزشمندیه دیگه، مخصوصا توی ترکیه. فکر میکنم که توی ایران نمیدونم، شاید نباشه ازش از این ورژه. تو رو هم تصویر بگیرم کامل ببینید. فرمونی که آرم شلوی وسطش هست، اون افعیه باحال. کاندیشن ماشین هم بسیار تر و تمیزه و خیلی تو وضعیت خوبی قرار داره. بریم شروع کنیم از این قفسه های دایکست عجیب غریبی که اینجا میتونیم پیدا کنیم، ببینیم با هم دیگه. اینا همه ماشین های دیکالی هست که در واقع بدنه ماشین همونجوری که میبینید واسه مسابقات طراحی شده بوده و روش کلی خط و خطوط مخصوص خود مسابقات حالا چیز توش هست. یه سری چیزای ارزشمندی که اینجا میبینیم، این نیسانا هست سریشون، اینا اوتوارت اکثرن و هم سیگنیچره. میبینید که اون پشت سرتیفیکیت اکثر این ماشینا رو میتونید ببینید. حالا واسه برندهای مختلف، من تا جایی که میدونم اینا اکثرا اوتوارت هستن و سیگنیچرهای اوتوارت هستن که سرتیفیکیتشون هم این پشت. اینجا رو داشتم بهتون توضیح میدادم که از اون بالا میتونید ببینید چند تا ما نیسان داریم، نیسانهای مختلف، RC2 RC3 اینور، حتی RC4 و فکر کنم که حالا دقیق نمیبینم ولی فکر کنم RC5 یا همون GTR هم اینجا باشه. این مثلا RC4 گراند توریزمو هست با دیکال گراند توریزمو. اینور پورشه رو میبینید، پورشه مارتینیو میتونید ببینید همشو، خیلی باحال و عجیب غریبه. اصلا این کالکشن رو کسایی که کالکشن دارن و ماشین دایکست یا رزین جمع میکنن میدونن من دارم چه تصویری بهشون نشون میدم، خیلی عجیب غریبه. جای یه سری از دوستای این کارمون هم خیلی خالیه. نیمای عزیز، پیج مستر ماکت باس، یاسر عزیز، خیلی دیگه از دوستانی که حرفه‌ای کار ماکت انجام میدن. این همچنان ادامه داره تو این قسمت. میبینید اینجا مثلا ببین سلیقه رو فقط ببین، تو این قسمت ما فقط دوج وایپرهای مختلفو میبینیم. ببخشید اینجا صدایی که ممکنه بپیچه. ببینید ما چند تا دوج وایپر مختلف داریم و اینا هر کدوم به تنهایی خودش ارزشمنده تو این کالکشن. من فقط میام عقب‌تر یکم ویو اینجا رو ببینید. یه چیزی هم که این ور یادم رفت بهتون نشون بدم، یه پارک داره اینجا با لگو درست میکنه صدات که تازه شروع کرده، روی میز قراره یه حالت پارک درست بکنه. اینا بهتون نشون بدم. بیرونم بهتون توضیح دادم که چقدر ویو باحالی داره اینجا. یه بار دیگه با هم ببینیم. ابعاد سوله رو هم میتونید ببینید. اینجا شروع کرده به درست کردن این پارکه. فکر کنم تو صدای من شما بتونید هیجان رو احساس کنید. فقط شیپ پشت این شلوی کوبرا رو نگاه کنید، چقدر عجیب غریبه، چقدر زیبا میتونه باشه واقعا یه ماشین. بریم با هم دیگه مهدی اون قسمت اون ماشینش. سه تا ماشین دیگه هم اینجا هست، اونا رو هم با هم دیگه ببینیم، بهتون نشون بدم و توضیحاتشو بهتون بدم. دو تا ماشین خیلی باحال اینجا میبینید، یه کامارو SS 540 قدیمی میبینید و یه ماستانگ GT با یه رنگ خیلی عجیب غریب. اصلا لذت بخش دیدن این. مهدی ازت خواهش میکنم یه دقیقه رینگ و دیسک ترمز این ماشین رو بگیر از نزدیک، وقتی که میرید ببینید چقدر زیباست. رخ روبروش هم که اصلا بی نهایت وحشیه. یکی دیگه از عجیبترین و خاصترین ماشین هایی که اینجا تو این سوله میتونید ببینید، این شوی استینگری، کوروت استینگری L82 هست. اگه اشتباه نکنم هلوش 1975 باید باشه، 8 سیلندره و یه چیز عجیب غریبی که در مورد این ماشین وجود داره، حالا کنار همه زیباییش و اینا، این فرم بلند کاپوته. خواهش میکنم از اون ور مهدی بگیر این تصویر دیده بشه، نسبت به جایی که شما توی ماشین میشینید میتونید ببینید. اون از نزدیک باید ببینید تا این حس رو منتقل کنه بهتون. بی نهایت زیباست. با رنگ کاپشن منم ظاهرا ست شده. ممنون از بچهای عزیز که این کارو کردن. مهدی خواهش میکنم یه دقیقه اینجا بیا. این اولین باک بنزین رو اینجا مهدی بگیر، وسط صندوق عقب در واقع طراحی شده، پشتش هم که اصلا بی نظیر. آدم این ماشین رو میبینن نزدیک وحشت میکنه دیگه. حالا من یه چیز دیگه هم که اینجا میخوام بهتون نشون بدم، در کنار این کوروت خیلی قشنگ، این دکور در واقع پا
پر از مدل اوتو هست که تمام مرسدس بنزای مختلف از برند اوتو، یعنی بدون هیچ کم و کاستی تمام مرسدس بنزای برند اوتو رو اینجا میتونید ببینید. حالا همینجوری که میبینید جی کلاس اونجا میبینید که داستانش رو میدونید که شاه ایران اولین بار سفارش ساختش رو برای مصارف نظامی داده و بعد حالا تغییر پیدا کرد به کاربرد معمولی. این بالا هم باز دوباره جی 500 میبینید، میاید پایین و این تمام مرسدس بنزای اوتو هستش که اینجا تو این سوله میتونید ببینید. و چیزای باحال‌ترم هم همینطور سوباروهای اوتو، اینجا هیچ در واقع کمبودی توی مدلای سوباروهای اوتو نیست، همش اینجا هست و این خیلی عجیب غریبیه. اینجا هم که عشق منه بی ام وی E46 تو مقیاس 1.12. ماشینایی که توی خونه من میبینید همشون 1.18 هستن، من فقط یک دونه 1.12 دارم. خب طبیعتاً اسکیل 1.12 سایز بزرگتری هست. این یه بی ام وی M3 CSL هست تو سایز 1.12 از برند اوتو. این پایین E36 رو میبینید باز دوباره 1.12 و پایین تر هم میتونید ایسی رو ببینید که اینا همه ماشین های تاریخی خیلی مهمی هستن. یه ایسی نقره‌ای همون پایین هست، اینا هم همه از برند اوتو و چیزایی هست که خیلی ماکت های راحت برای اینکه بتونید تهیه بکنید خیلی راحت نیست، سولدات شده و به دست آوردنش سخته. به نظر من همچنان E46 یکی از زیباترین ماشین های تاریخه. اگه از من بپرسید زیباترین ماشین تاریخ تا این لحظه، یکی از سه تا آپشن اولم حتما BMW E46 هست که همچنان هم قابل دستیابی هست. ذره ذره اینجا جلو که میرید ماشین های مختلف میبینید. اون پایین فکر کنم کیوشو باشه. حالا اینجا هم چند تا مرسدس بنز سفید میبینید، اگه اشتباه نکنم هم جی تی اسپریت توش هست، اون جی کلاس جی تی اسپریت، بنز اس جی تی اسپریت و حالا کلاس های مختلف هم رنگ سفید. اینم که 6x6 جی تی اسپریت. بریم اون ور یه چند تا خیلی چیز عجیبی هم اینجا با هم دیگه ببینیم. باز هم تو مقیاس 1.12 و میبینید که یه E36 قرمز بی نهایت زیبا، EC قرمز، اونور E36 مشکی، E46 دوباره، دو تا E46 مختلف اگر اشتباه نکنم از برند اوتو هست. یه اتفاق خیلی هیجان انگیز دیگه هم تو این قفسه هست که تمام BMW های اوتو رو بدون هیچ کم و کسری میتونید تو سایز 1.46 ببینید. واقعا نیما جایی تو اینجا خیلی خالیه. این ایسی کابریولت هستش، این ردیف در واقع ایسی هست، بالا E46 رو داریم، M5 رو در کنارش داریم، باز دوباره Z3 رو داریم که هنوزم فکر کنم میشه برای خرید پیدا کرد. این دقیقا E46ه که من توی خونه دارم، این رنگ آبی. پایین باز E36 ها و اصلا عجیب غریبه، هیچ کم و کسری در واقع تو این قفسه نیست. حتی میتونید BMW 850 CSI رو هم اونجا ببینید تو دو رنگ مختلف. واقعا برای کسایی که ماشین دوست دارن و مخصوصا ماکت دوست دارن، اینجا میتونید ساعتها چیه روزها بمونید. اینجا هم چند تا ماکت موتور میبینید. خب یه بارم از این ته شروع کنم، یه نمای کلی از محیطی که دیدید، حالا کوربت هم این کنار دیدید، حرکت کنم برم به سمت لگو. دیگه زیاد حرف نمیزنم، من انقدر هیجان دارم اینجا همیشه صدا مثلا میلرزه در مورد اینو صحبت میکنم. مثلا فقط شما دیتیل رو اینجا میتونید ببینید. ببین چند تا کوربت ریسینگ داریم اینجا پشت سر هم و اینا هر کدومش به تنهایی برای ماکت باز میتونه هیجان انگیز باشه. بریم تا اون ته و ویدیو رو براتون تموم کنیم با یه سری از تصاویر زیبا از این لوکیشن. هر وقتم دوست داشته باشید اینجا من میتونم بعداً لوکیشنش رو تو اینستاگرام اعلام کنم، بیاید هم خرید بکنید هم ببینید، جای بسیار زیباییه. من فکر کنم امروز یه لطمه خودم به خودم اینجا بزنم، این همه راه اومدیم نمیدونم ماشین بگیرم یا لگو، ولی خیلی وقت بود من دنبال این لگوی مینی بودم، ببینم اگه بتونم این لگوی مینی رو میگیرم. خیلی جالبه که این مستانگی که اونجا دیدید خیلی شبیهش اینجا تو لگو ها موجوده، که این هنوزم توی لگو استورا هست، ولی این بیتل و این مینی خیلی زیاد راحت نمیتونید الان پیداش بکنید توی ترکیه،
فقط همینجور جاها میتونید ببینید دیگه. امیدوارم که حال کرده باشید با این لوکیشن مثل من. فقط کافیه که تو همین فضایی که الان من هستم وایسید و این ویو رو ببینید. میتونید ساعت ها همینجا مثل من وایسید. عجیب غریبه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خب اینم از امروز و سوله دایکست استانبول. مرسی از صداد که هماهنگ کرد بریم اونجا این تصویرها رو براتون بگیریم. خیلی باحال بود. سعی میکنم دیگه تو اوقات خالی از این تصویرها براتون بگیرم، جای باحالی که میشناسم و میرم و اینا، تا جایی که وقت داشته باشم. ستون مهدی دمت گرم، خیلی لطف کردید. ستون تصویر برداری های خاورمیانه. از این بالا هم یه نور عجیبی به سر کچل من میخوره، انگار دارم ظهور میکنم. خدا نگهدار.